سلام مرداد، عجیب ترین و شاید هیجان انگیز ترین اتفاقی که تو تاریخ ویزای کانادا برای ایرانی ها افتاده بود اینکه کانادا یک سال دیگه تصمیم گرفته که به ایرانی ها یه سری ویزا رو راحت بده و بدون هیچ سوالی، که خیلی عجیبه. یعنی واقعا هیچ کس انتظار نداشت. تو این ویدیو میخوام خدمتتون توضیح بدم که داستان چیه، این داستان ویزا واجدش کیا، واجد شرایطشن، چه جوری اقدام میکنید، چه چیزایی نیاز داره و این که اصلا خوبی‌ها و بدی‌هاشه. چون به هر حال اینجوری هم نیستش که به درد همه بخوره و همه واجد شرایطش باشن. تمام سوالایی که بچه‌ها داشتن رو هم جواب بدم خدمت شما عرض شود که خیلی از بچه‌ها سوال پرسیدن که آقا اصلا این به درد ما می‌خوره نمی‌خوره، کی واجد شرایطه، می‌تونیم اقدام بکنیم، چه جوری و اینا. همه رو تو این ویدیو خدمتتون جواب میدم. این ویدیو هم خیلی حقیقتش ادیت نخواهد داشت، بخاطر اینکه من تو مونترال هستم. گفتم سریعتا این ویدیو رو بذارم توی یوتیوب که بچه‌ها بتونن استفاده بکنن. امیدوارم این ماشین هم جریمه نشده باشه. ایول اوکی، جای خوبی پارک کرده بودم. میثم حسینی هستم از اتاق پایتخت کشور کانادا. اسپانسر این ویدیو صرافی ونکس. جلوتر خدمتتون این رو هم میگم که تمام این مواردی که میگم در مورد ویزا همه چی توی وبینار رو کامل توضیح دادیم که چجوری اقدام کنید، چجوری به قولی فایلاتون رو آپلود بکنید، چجوری برای انگشت نگاری برید و همه این موارد همه رو توی ویزا توی اون وبینارها کامل دوزن. خب ببین نکته اتفاقی که افتاد، سال گذشته کانادا اومد فقط برای کسایی که ملیت ایرانی داشته، یعنی پاسپورت ایرانی داشته باشن، اومد گفتش که آقا اگر یک ایرانی بیاد داخل خاک کانادا هر ویزایی داشته باشه میتونه ویزاشو تبدیل بکنه به ویزای تحصیلی یا کاری بدون هیچ گونه چی سوالی. یعنی آقا اگر ویزای تحصیلی و کاری خواستی و ایرانی بودی و اومدی داخل خاک کانادا ما بهت میدیم بدون اینکه هیچ سوالی بپرسیم. حالا اتفاقی که افتاد این که مثلا به چه دردی میخورد، داستان این بودش که آقا بعد از یه سری داستانه ایران که مقدار اون اتفاقات افتاد، خب خیلی ها میومدن کانادا و درخواست به قولی پناهندگی میکردن کانادا هم برای اینکه از این داستان جلوگیری بکنه. خیلی مفت آقا ما دیگه نمیتونیم برگردیم ایران و برامون امن نیست از اینجور صحبت. کانادا هم اومد این کارو کرد که در واقع بگه آقا بیا ویزای تحصیلی و کاری بگیر، برو درس بخون یا کار پیدا کن که دیگه خیلی مثلا افراد نرن اعلام پناهندگی کنن. خب به هر حال پناهندگی هم خیلی چهره قشنگی نداره برای افراد، همین که برای کانادا هم خیلی هزینه داره. به هر حال کسی که اعلام پناهندگی میکنه کانادا باید کلی امکانات مثلا دولتی بهش بده. حالا چجوری بودش؟ به درد چه کسایی میخورد؟ مثلا کسایی که با ویزای توریستی میومدن داخل خاک کانادا بودن، به محض اینکه میرسیدن درخواست میتونن بدن و ویزاشون رو تبدیل کنم به ویزای تحصیلی یا ویزای کاری. حالا توضیح میدم حالتهای مختلفی که به نفعتون انجام بدید چی هست. یا کسایی که اینجا تحصیلی بودن مثلا میگفتن آقا ما میخوایم ویزای کاری هم بگیریم. یعنی شما نکته اول این که میتونید همزمان با ویزای تحصیلی ویزای کاری هم داشته باشید. یا اینکه نه، طرف میگه مثلا من دیگه نمیخوام درس بخونم، میخوام ویزای کاری بگیرم، از درس انصراف بدم برم کار بکنم. حالا بچه‌ها قبل از همه چیز ببینم نیا کنید، داخل کانادا شما یک باید داخل کانادا باشید. نکتهش هم اینه که در زمانی که به قول رئیس صادر میشه، یعنی زمانی که میخوان بهتون ویزا رو بدن، اون پرمیت، حالا ویزا نگیم بهش، خیلی هم میگن آقا ویزا نیست، ورک پرمیت و استادی پرمیت هست. حالا روی کلماتش خیلی با هم بحث نکنیم، مهم اینه که چی میدن. اجازه تحصیل 3 سالی یا اجازه کار 3 ساله بهتون میدن. یعنی شما میاد با ویزای توریستی اقدام میکنید، اولش یه مقدار چون هنوز مشخص نبود چی به چیه یه مقدار طول میکشید، ولی الان که 1 سالش گذشته رأس 2 هفته دارن میدن. حالا رأس 2 هفته، ولی مثلا بعضی آقایون، من 1-2 تا دوستام دیدن که ازشون بحث سربازیشون رو هم پرسیدن و مثلا 2 هفتهشون شد 3-4 هفته، ولی بازم خیلی دارن سری میدن. بچه ها یه زمانی این رویا بودش ویزای کار، شما باید میومدید مثلا جاب آفر میگرفتید، جاب آفر هم یعنی پیشنهاد شغلی. حالا پیشنهاد شغلی چجوری بود؟ بعد یه شرکت میومد ثابت میکرد که این شغلی که میخواد به شما بده رو هیچ کس دیگه تو کانادا نمیتونه پر کنه و فقط شما واجد شرایطش هستید. داستان داشت، کلی طول میکشید، بعد وکیل میگرفتید، کلی هزینه میکردید، تازه بهتون یه دونه المایه میدادن. آره یه المایه میدادن که بعد تازه از طریق اون میرفتید مثلا ویزای کار میگیرید. ولی الان شما میایید از فرودگاه وارد خاک کانادا میشید، حتی پول بررسی پرونده هم ازتون نمیگیرن. به معنی اینکه وارد خاک کانادا میشید، میرید تو پروفایلتون که خیلی هم راحت هستش، میذارید آقا درخواست ویزای کار دارم، به معنی اینکه میپرسه ملیتتون چی هست و چه پاسپورتی دارید، میگی ایرانی، داخل پرونده شامل دوستان افغان متاسفانه نمیشه. به معنی اینکه میگید ایرانی هستم، میگه اوکی شما واجد شرایطید و 2 هفته بعد
ورک پرمیت تو میاد و بعدم میتونی سینامه یا همون کد ملی کانادایی بگیرید و اینجا اصلا مشغول کار یا تحصیل بشید. حالا نکته مهمش اینه که بچه ها به هر حال شما باید یه ویزایی داشته باشید و وارد خاک کانادا بشید که اکثر افراد مثلا با ویزای ویزیتوری میان. پس یک به درد کسایی میخوره که با ویزای ویزیتوری بیان و اینجا به قولی ویزای کار بگیرن. اما اینو توجه کنید که در نهایت شما ویزای ویزیتوری رو میخواید. یعنی همه اون داستانا هستش. حالا یکی از سوالایی که جلتا جواب میدن بچه‌ها میگن آقا خب سر همین داستان دیگه ویزای ویزیتوری به کسی نمیدن و دارن همه رو ریجکت میکنن. چه هوای مونتریال، صدای پرنده ها اینو میاد. مونتریال یه خورده بافت قدیمی داره. فکر کنم خودتون میتونید حس کنید که کلا قدیمی ترین و به قول میگن اروپایی ترین شهر کاناداست. خب پس این رو توجه بکنید. از من یه دقیقه فقط نکاتی که میخواستم بگم سریع مرور کنم. خب پس اینجوری نیستش که حالا به همه هم میدن. شما باید ویزای توریستی رو بگیرید. برای ویزای توریستی هم خودتون میدونید باید سه چیزا داشته باشید، از جمله تمکن مالی یا مهمتر از اون شاید مثلا دعوتنامه باشه که بتونید از یه دوستی آشنایی دعوتنامه بگیرید. البته اینجوری هم نیستش که حتما دعوتنامه نیازه، بدون دعوتنامه هم میشه، ولی خب دعوتنامه و تمکن خوب خیلی کمک میکنه. ولی باز هم خیلی‌ها با همین هم ریجکت شدن توی یک سال گذشته. پس شما باید بتونید ویزای ویزیتوری رو بگیرید. اما ویزای ویزیتوری حالا میگم، حالا ویزای خیلی هم میگن آقا ویزای ویزیتوری هم گرفتیم بعدش اصلا بیایم اینجا کار نیست فلان نیست. کجا برم اینجا خیلی شلوغ کردم. دسته حالا بیایم خدمت شما بگم که پس شما برای ویزای ویزیتوری که حالا میتونید وبینار رو ببینید باش اقدام بکنید یا مثلا میتونید از مشاوره هم کمک بگیرید. اگر احساس می‌کنید خودتون بلد نیستی میتونید مثلا از حالا وکیلا یا مشاورای مهاجرت کمک بگیرید، ولی اونقدر فرآیندش پیچیده نیستش. فقط باید حواستون باشه که سوتی ندید و اون چیزایی که میخوان و اون به قولی داکیومنتایی که میخوان مدارکی که میخوان درست ارائه بدید. برای ویزای ویزیتوری هم خیلی چیز خاصی نمیخوادش، دلیل سفر رو میخوادش، تمکن مالیتون رو ارائه بدید، اگر دعوتنامه‌ای دارید ارائه بدید، کلا توضیح بدید کی میخواید بیاید، کی میخواید. همه چیز کانادا هم به صورت آنلاین هستش. کانادا چیزی به نام سفارت و مصاحبه و از اینجور داستانا نداره. شما فقط برای کانادا باید یک انگوش نگاری برید که بعد از اینکه پرونده‌تون رو به صورت آنلاین سابمیت میکنید، همه مدارک رو آنلاین میذارید، بهتون یه وقت انگوش نگاری میدن که مثلا میرید یا ترکیه یا ارمنستان یا مثلا دبی، اونجا انگوش نگاری میکنید و میاید. حتی انگوش نگاریتون هم توی سفارت نیستش بچه. من میدونم خیلی هم میگن آقا چجوری وقت سفارت بگیریم برای انگشت نگاری. انگشت نگاری تو میرید یه آفیسی که از طرف کانادا برای شما انگشت نگاری میکنه، اینم مشخص باشه. آمریکا فرمونه، آمریکا شما مصاحبه با افسر اینا دارید، کانادا هیچ گونه مصاحبه ای ندارید و همه چی آنلاین خواهد بودش. بگم انگشت نگاری که اونم میگن فقط میرید اونجا دو دقیقه انگشت نگاری تو میکنن، صورتتون میگن و اینا، تموم میشه میره. خب پس برای ویزای ویزیتوری چقدر تمکن مالی لازمه اینا رو توضیح بدم. ببین حالا میگم تو وبینار همه اینا رو مفصل صحبت کردیم، اون وبینار رو اگه دوست داشتید ببینید. ولی کلا هیچ به قولی دلیل چی میگن مبلغ خاصی نیست. شما باید بتونید ثابت کنید که توی دورانی که هستید منابع مالی کافی دارید و اینکه توی ایران هم دلایل بسیار کافی برای برگشت دارید، از جمله اینکه خانواده تو ایران هستش، از جمله اینکه کاروبار تو ایران هستش. نشون میده آقا من توی کشور خودم آدم درست حسابی هستم و نیازی ندارم بیشتر از اون موعد مقرر توی خاک کانادا بمونم. و این رو اگر بتونید نشون بدید و ثابت کنید، آفیسر هم به شما میتونه ویزای توریستی رو بده. اما پس دسته اول میشن کسایی که ویزای توریستی بگیرن، بیان اینجا تبدیلش کنن به ویزای کاری. حالا جلوتر میگم حالا تبدیلش کردیم بعدش چیکار کنیم. خب خیلی میگم مثلا کار نیستش، اصلا به درد نمیخوره، چه داستانی. دسته دومی که خیلی به دردشون میخوره بچه‌هایی که الان اومدن اینجا دانشجویی. حالا این کارو بکنن یا نه، شما دانشجویی تو کانادا، خب میدونید شما وقتی دانشجویید 20 ساعت بیشتر اجازه کار ندارید داخل خاک کانادا، به ساعت هفتگی 20 ساعت. حالا اینا یکی دو سال بیشترش کرده بودن که آقا دانشجو بیشتر میتونن کار کنن، ولی در نهایت دوباره کمش کردن. اتفاقی که میفته شما همزمان با ورک استادی پرمیتتون اجازه تحصیلتون میتونید اجازه کار هم بگیرید. خیلی از بچه‌ها میگفتن آقا من برم بگیرم مشکل پیش نمیاد. هیچ مشکل پیش نمیاد. به نظر من همه هم بگیرن خوبه. چون شما در نهایت وقتی میگیرید دیگه اون 20 ساعته برداشته میشه و میتونید فول تایم کار بکنید. حالا بچه ها میگفتن آقا گرفتیم از درس انصراف بدیم یا نه، به نظر من این خیلی فرصت خوبیه بچه ها. قشنگ میتونه یه تستی باشه برای اینکه ببینید میتونید کار پیدا کنید یا نه. ویزا رو بگیرید، یعنی ورک پرمیت رو بگیرید و بگردید دنبال کار تخصصی، کار تخصصی که از طریق اون بتونید چی؟
به قولی پیار بگیرید، چون میدونی شما برای اینکه در نهایت همه اینو باید به اقامت دائم یا پیار خط بشه دیگه، برای اینکه به پیار خط بشه باید مثلا کار تخصصی یه سال انجام بدید و حالا از روش‌های دیگه امتیازتون ببرید بالا تا در نهایت به اقامت دائم خط بشه، که یکی از چیزایی بود که بچه‌ها میگفتن آقا مثلا ما گرفتیم ولی کار پیدا نمی‌کنیم. خب به هر حال یه پروسه‌ایه که طول می‌کشه و این قضیه در واقع یه جوری داره کمکتون هم می‌کنه. پس من اگر دانشجو بودم ورک پرمیت رو می‌گرفتم، حالا یه کاری می‌کردم، اگر تونستم سری کار تخصصی پیدا کنم خب، یا حداقل یه کاری پیدا کنم که ساپورتم بکنه. من اگر بودم، میگم این توصیه، این صرفا من اگر بودم، شما خودتون مشارکت خودتون لطفا بسنجید، من اگر بودم میرفتم کار تخصصی میکردم و حتی شده اگر مثلا دیدم اوائل درسمو بیخیال میشدم، با اون کار تخصصی به پیار میرسیدم، یعنی اقامت دائممو میگرفتم، چون بعدن یکی دو سال دیگه، دو سه سال دیگه اقامت دائم بگیرم، درس خیلی برام ارزونتر و راحت تر میشه. من اگر بودم این کار میکردم، یعنی مثلا درسم یک سوم قیمت میشه، تازه دولتم کلی بهم امکانات میده. من اگر بودم این کار میکردم. اگر نه مثلا شما میتونید درستون هم ادامه بدید، همزمان باش کار تخصصی هم پیدا کنید، مثلا پیار هم بگیرید. خیلی از بچه‌ها هستن که به صورت تمام وقت هم درس میخونن هم کار میکنن، میگن نمیدونم نباید بکنید و اجازه ندارید، ولی عملا خیلی قانون سفت و سختی روش نیستش وقتی شما ورک پرمیت رو داشته باشید. اگه نداشته باشید خور سفت و سختن. خب پس این میشه دانشجو. کسی که ویزیتوری میان چی میگن؟ آقا خب حالا طرفم اصلا گرفت ویزای کارو، بیاد اینجا چیکار کنه وقتی کار نیستش؟ اینجا چه باله خوفه. خب من خیلی رو دیدم این یک ساله، بعد جالب مثلا تو این یک سال بچه‌ها میگفتن آقا این پیجا راست میگن کانادا ویزای کار میده به راحتی؟ میگن بابا به خدا راست میگن، همم دارن میگیرن. وسطاش یه ذره طول میکشید، مثلا یه سری یکی دو ماه شد تا بگیرن، ولی الان دیگه میدونی چند تا آفیسر، چند تا افسر اختصاص میدن که مثلا این پرونده های مخصوص رو بررسی کنن دیگه، اونا بعد این مدت دستشون میاد و تونتون احتمالا دیگه میگن خب آقا کیس ایرانیه، خب بیا سری بهش بدیم، یه بررسی میکنن، اگه سکیوریتی چک و سربازی نخواد برای آقا این که سری بهش میدن، اگه سربازی بخواد مثلا میگن آقا مدرک سربازیتم بده کجا رفتی و اینا، که اونم مثلا احتمال داره دو سه هفته یکی رفته بهش اضافه شه، مگر اینکه بخواد بره دیگه مثلا پرونده مشکل دار باشه و طرف احساس کنه چیزه، یه دفعه بره چند ماه طول بکشه، که خیلی بعیده تو کیسایی که من دیدم. اما بچه‌ها گفتم من یه سری خانواده‌ها رو دیدم که میومدن اینجا و میگفتن آقا ما این ورک پرمیت رو گرفتیم، حالا با خانواده اومدیم ببینیم چی میشه. ببینید خب این داستان اینه که آقا کانادا داره ویزا میده، ورک پرمیت میده، ولی خب دیگه شما خودتون باید این رو در نظر بگیرید که اینجا چی کار بکنید، دیگه نمیتونن همه چی رو بیان اوکی بکنن. یه نکته اولش اینه که بچه‌ها زبانت رو باید تقویت کنید. من یکی از چیزایی که میبینم بچه‌ها میگن آقا ما کار پیدا نمی‌کنیم، وقتی باهاشون صحبت می‌کنی واقعیتش اینه که زبانشون خوب ضعیفه. مثلا شما خودتو بذار جای کارفرمای کانادایی، مثلا کارفرمای هر کشوری، میبینی آقا یکی اومده زبان دست و پا شکسته، تازه رسیده این مملکت، توی محیط آکادمی که اینجا نبوده، شاید مثلا با فرهنگ و چیزای اینجا هنوز آشنا نشده، من اصلا کار به این بدم نمیدونم فردا صبح اصلا میاد سر کار برای من داستان ایجاد نکنه، من نمیدونم فرهنگش چجوریه، نکنه مثلا فرهنگش عجیب غریب باشه، خود داستانه عجیب غریب بخواد برام ایجاد کنه. بخاطر همین بهشون این حق رو بدید که یه خورده مخصوصا تو بحث زبان حساس باشن، چون بحث کاریابی بیشتر از اینکه شما مهارتتون چیه، بیشتر اینه که اون کارفرما بتونه با شما کانکت بشه و اعتماد بکنه بهتون کارو بده. نکته بعدی برای خانواده ها، مثلا یه سری از دوستای من خودشون میگفتن چیکار کنیم، میگفتم که ببینید شما بذارم ویزا رو بگیرید، یعنی ویزای مثلا توریستی بگیرید. مثلا خیلی زنگ زدم من گفتن آقا، خیلی‌ها که میگفتن آقا ویزای توریستی ریجکت شدیم، خیلی میگفتن نه آقا ویزای توریستیمون رو گرفتیم، حالا به نظر بیایم اصلا تبدیلش کنیم به کاری؟ من میگفتم که 100% بیاید، ولی میگفتن آقا ما اصلا نمیدونیم الان بیایم اینجا چیکار کنیم. گفتم آقا شما بیاید اینجا تبدیلش کنید به ویزای کاری، اجازه کار، و بعد تصمیم بگیرید. اولش که یه ماه دو ماه بمونید، یکم ببینید اصلا از حس و حال کانادا خوشتون میاد، بعد شما 3 سال وقت دارید برگردید مثلا ایران یا هر کشور دیگه ای هستید، میتونید کشورهای دیگه بیاد، ولی پاس ایرانی داشته باشید، ملیت ایرانی داشته باشید، نشنالیتی، برگردید دو تا چارتاتون رو بکنید قشنگ، بررسیاتون رو بکنید، ببینید اصلا اینجا میخواهید بیاید چه کاری میخواهید انجام بدید، آیا میخواهید بیزنس خودتون رو بندازید، آیا میخواهید مثلا
کار کارمندی بکنید، رزومتون رو قوی کنید، انگلیسی رو قوی کنید، آماده بشید برای شرایط اینجا. اگه بچه‌ها مثلا مدرسه میرن، مدرسه‌شون رو بررسی کنید، کجا اینجا می‌خواید بفرستید مدرسه، اینجا کدوم محل کدوم شهر می‌خواید برید، مثلا تو اون یکی دو ماه بیاید شهرهای مختلف اوتاوا رو ببینید، ونکوور رو ببینید، تورنتو رو ببینید، مونترال رو ببینید، کلگری رو ببینید، همه اینا رو ببینید و بعد برگشتید اینا قشنگ تصمیم بگیرید و با دید باز بیاید. به نظر من این که بیاید اینجا مثلا میشه ها، ولی یه سری مثلا بیان اینجا با خانواده حالا ببینن چی میشه، این خیلی سخته، باید خیلی با به قولی حساب کتاب درست بیاید. حالا درسته کانادا این ویزا رو میده، ولی بعدش دیگه خودتونید، خودتون باید کار پیدا کنید، خودتون باید بتونید زندگیتون رو اینجا بچرخونید. اونا خیلی امکانات خاصی نمیدن، فقط همین که این ویزا رو میدن به نظر من خدایش لطفم کردن. پس به نظر من کسایی که حالا خانواده‌ان، حالا اینجوریان، حالا مجردا فرق می‌کنه. مجردا من اگر بودم میومدم و میموندم. اگر تکلیف داستانه ایرانم مشخص شده، کارم مشخص کرده بودم، چه می‌دونم ماشین دارم می‌خوام بفروشم، خونه دارم می‌خوام تکلیفش مشخص کنم، من به نظرم اولش عجله نکنید. بیایید اینجا ببینید چه جوریه، حال هواتون چه جوریه و بعد اگر لازم شد اصلا یه سر برگردید ایران یا حالا هر اون کشوری که در حال حاضر توش زندگی می‌کنید، کاراتون ردیف کنید و بعد دوباره بیاید کانادا و زندگیتون اینجا شروع کنید و حساب کتاب شه. اونجا استرستون هم کمتره. حالا پس دوستان کلیتش این که یک سال این قضیه بود، این یک سال تموم شد، یک سال دیگه تمدید کردن. شما تا مارچ، آره دیگه، تا مارچ 2025 وقت دارید اقدام کنید. خواهشن نذارید دقیقه آخری. من خیلی از دوستان یک سال هی گفتن آقا ما میخواییم بیاییم، آقا بیاییم، آقا اقدام کنیم، ممنونم مشاوره خوب سراغ داریم، وبینار تو ببینیم. اولا خواهشم بشید وبینار رو ببینید، اگر مشاور لازم داشتید حالا کامنت بذاریم. من یک دوتا مشاوری که نسبتا قابل اعتماد هستن، قابل اعتماد هستن رو خدمتتون معرفی میکنم. و اینکه اگر سوالی جا موندم حتما بپرسید یا نکته ای بودش. آقا از نکات دیگه بذار ببینم دیگه چی رو نوشته بودم که بهتون بگم. من نوت برداری میکنم که چیز هستش. تنکس. خب آها، یه نکته ای هم که هستش گفتم، تمکن مالی میخوادش، حواستون باشه. آها، یه نکته ای که میگفتن این که آقا اولش که اینو به همه میدن ویزای توریستی، خب نه دیگه گفتم نمیدن. دو این که میگفتن آقا از زمانی که این داستان شده همه رو دارن ریجکت میکنن. این نکته هم میدونم، این خیلی بحثی بود که دو تا چیزو بچه‌ها خیلی میگفتن، آقا این که بیان چیکار کنن، کار نیست، فلان نیست. توی رکود اقتصادی گفتم اینا رو در نظر بگیرید. کانادا یه مقدار توی رکود اقتصادی هم هست، شرایط کار پیدا کردن شاید سخت‌تره. وقتی که توی رکود اقتصادی خیلی از شرکت‌ها، بچه‌ها حواستون باشه، اینو تو وبینار رزومه لینکدین خیلی صحبت کردیم، خیلی از شرکت‌ها یا استخدام نمی‌کنن یا الکی آگهی می‌زنن، یعنی فقط آگهی می‌زنن که ببینن چه رزومه‌هایی تو بازار هست و رزومه‌ها رو جمع کنن. بخاطر همین شما خیلی از شغلایی که توی لینکدین یا ایندید می‌بینید شغلای الکی هستش، کاذب هست. شرکت فقط گذاشته که یک ببینه چه رزومه‌هایی میتونه جمع کنه، دو بچه ها در اکثر مواقع شرکت‌ها به صورت داخلی یا به صورت رفرنس، یعنی کسی باید ریفرتون کرده باشه تا استخدامتون بکنن. اگر ریفرتون نکرده باشن شرکت‌ها اصولا استخدامتون نمی‌کنن. به خاطر همینه که شما 50 تا پوزیشن اپلای می‌کنید، هیچ کدوم یا بهتون جواب نمیدن یا همتون ریجکت می‌کنن. اینا رو در نظر بگیرید. کانکشن گرفتن و ارتباط برقرار کردن با آدما از همه چیز مهم‌تره. اونا که به شما کار میدن، نه اینکه برید آنلاین یه رزومه پر کنید و فکر کنید بهتون زنگ میزنن. ممکنه اونجوری بشه ولی با رفرنس خیلی شانستون بالاتره. دو اینکه بچه‌ها میگفتن آقا خیلی‌ها ریجکت میشن، مثلا ویزای تحصیلی رو شدیداً دارن ریجکت میکنن یا ویزای توریستی اصلا دیگه به کسی نمیدن. ببینید هم درسته هم غلط، به خاطر اینکه بحث اینه که وقتی همه دارن اقدام میکنن که به نظر من بایدم بکنید، حتی اگر ریجکت میشید اشکال نداره. وقتی خب تعداد درخواست دهنده بیشتر میشه ریجکتی ها هم بیشتر میشه. یعنی وقتی شما نیا کنید میبینی قبلا مثلا چه میدونم 30% رو قبول میکردن، نمیدونم آماری ندارم، الان هم همون 30%، ولی قبلا 1000 نفر اقدام میکردن، مثلا چه میدونم 30% میشه 300 نفر، الان 10,000 نفر دارن اقدام میکنن، قبلا 700 تا ریجکت میشدن الان 7000 تا، 70% دارن ریجکت میشن. نسبت همونه، چون درخواست ها بیشتر شده و خیلی درخواست های کسایی هم که واجد شرایط نیستن زیاد شده دیگه. هر کسی میگه حالا سعی مف گنجش مف بزن ما هم یه درخواستی بدیم شاید ویزا شدیم، که به نظر من هم درسته بچه ها بدید، از ریجکتی هم نترس. حالا مثلا کانادا ریجکت، خیلی مثلا چه میدونم تحصیلی ریجکت میشن توریستی میگیرن، توریستی ریجکت میشن تحصیلی میگیرن،
خیلی حالا مثلا ریجکتیه چیز خاصی نیستش. حالا این مشاورای مهاجرتی ممکنه، من باز میگم توصیه مهاجرتی نمیکنم، خودتون بررسی کنید. ولی اگر میخواهید به قولی تیری تو تاریکی بزنید، به نظر من بزنید، ولی خودتون هم یه مقدار شرایطتون بررسی کنید. اگر میبینید دیگه واقعا شرایط تمکن ندارید، هیچی ندارید و به امید این هستید که حالا یه جوری بیاید بعد اینجا اعلام پناهندگی کنید، آره من اون اصلا توصیه نمیکنم، کار درست اخلاقی هم نیستش. ولی اگر احساس میکنید شانستون خوبه ولی دو دلید که بکنید یا نه، به نظر من بکنید، چیزی برای دست دادن ندارید حالا یه ریجکتی تو پروندهتون بیاد. نکته دیگه این که پس این رو هم در نظر بگیرید، این که میگن خیلی‌ها دارن ریجکت میشن به خاطر اینکه خیلی هم دارن اقدام میکنن و کانادا هم خب یه مقدار حساسیتش زیاد میشه وقتی میبینه از یه کشور اینجوری شدید دارن اقدام میکنن. ولی اگر برسید داخل کانادا به سرعت دو هفته‌ای میتونید سی‌نامه رو به قولی ورک پرمیتتون بگیرید، دو سه هفته‌ای به صورت میانگین، و بعدش هم که نامه رو میفرستن با اون نامه میرید کد ملیتون میگیرید. حالا اگر خواستید میمونید، اگر هم نخواستید که میتونید برید. اینجا هم حتی قبل از اینکه اون نامه بیاد قشنگ میتونید امتحان رانندگیتون رو بدید، حساب بانکیتون رو باز کنید. کانادا از این لحاظا خیلی با مهاجرا اوکیه، یعنی من دوست دارم 20 روزه میان کامل گواهینامه‌شون رو میگیرن، حساب بانکیشون رو دارن. اصلا من روز یکی از دوستام میگفتم 20 خورده ای بود اومده بود، 20 خورده ای روز بود اومده بود، گفتم باور میشه یه کشوری انقدر سریع بیای ماشینتو بتونی راحت بگیری، بتونی بانکتو باز کنی؟ اصلا انگار جا افتاده بود دیگه، اصلا نیازی به ما نداشت، قشنگ خودش میرفت اینور میرفت اونور کاراشو میکرد. تازه مثلا انگلیسیش هم فوق‌العاده نبود، مثلا خوب بود ولی فوق‌العاده نبود. خدمت شما عرض شد که پس اینا رو در نظر بگیرید، کانادا از این لحاظا خیلی باهاتون اوکی هستش. نکته دیگه مونده بحث ریجکتیو، گفتم چه حالتایی انجام بدید. ببخشید اگر ویدیو زیاد شد، میگم موضوع مهمیه، خیلی موضوع. اگه ویدیو رو حال کردید لایک هم بکنید، وبینارا رو هم اگر دوست داشتید ببینید، واقعا قیمتش در حد نیم ساعت مشاوره مثلا با یه مشاور مهاجرتی. میگم منم اینو گذاشتم که اکثر پولش هم مثلا واقعا دست من نمیرسه، پولش همون توی ایران صرف رسه، موارد توی ایران میشه، یعنی اینجوری نیستش که مثلا تو جیب من خیلی بره. قیمتش هم در حد نیم ساعت مشاوره هم نیستش، خیلی ارزونه، حس خنده‌داریه. چوری که بعضی‌ها مثلا مسخره می‌کردن، میگفتن مثلا اینو برای چی انقدر پایین گذاشتی، گفتم کمک بشه دیگه. حالا اگر دوست داشتید اون رو هم ببینید. فکر می‌کنم همه مواردو گفتم، امیدوارم که به درتون بخوره. اگر نکته‌ای بود این زیر بپرسید، حتما جواب میدم، یعنی سعی می‌کنم همه رو جواب بدم. به امید موفق تک تکتون، امیدوارم تو کانادا ببینم. اگر زمانی مونترال اومدید یاد منم بکنید. See you in the next one.